موکب هیئت خدمه اهل بیت علیهم السلام از مواکب مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا همه روزه در ایام محرم 1445 به خدمت رسانی به زائران این شهر مقدس می‌پردازد. این موکب در عمل به رهنمودها و توصیه‌های مرجعیت دینی مبنی بر خدمت رسانی به زائران حسینی با توزیع غذای گرم و انواع نوشیدنی‌ها در خدمت زائران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است. رهبران سیاسی، علمای مذهبی و فعالان حقوق بشر پاکستان نشستی را در اسلام آباد پایتخت این کشور برای محکوم کردن کشتار شیعیان در منطقه پاراچنار واقع در مرز افغانستان برگزار کردند. کارشناسان حاضر در این نشست که در آستانه آغاز ماه محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار شد، نسبت به شرایط امنیتی اکثریت شیعه در منطقه پاراچنار ابراز نگرانی کردند. شیعیانی که در پاراچنار زندگی می کنند از نداشتن امنیت در این منطقه به ویژه در ماه‌های اخیر در رنج هستند. ساکنان پاراچنار از دولت پاکستان درخواست کردند تا تدابیر امنیتی را برای شیعیان در روزهای عزاداری برای امام حسین علیه السلام در ماه محرم فراهم کند. دفتر آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی از مراجع تقلید مقیم نجف با صدور بیانیه‌ای با تمجید از مقام والای خطبای منابر حسینی از آنان خواست با بیان آگاهانه و هدفمند در جهت تثبیت دین مردم به ویژه جوانان و زنان با هجمه‌های فرهنگی دشمن مقابله کنند. ترجمه این بیانیه توسط حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی نجفی فرزند آیت الله العظمی بشیر نجفی در 16 گردهمایی علما و مبلغین عراق در دفتر امام جمعه نجف اشرف قرائت شد. آیت الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی در آستانه محرم الحرام 1402 در سخنانی بیان کرد: سلام من را به تمام حیات برسانید، به آنها بگویید امسال عزاداری محرم و عاشورا باید 2 برابر سالهای گذشته باشد. ایشان افزود دسته های عزاداری در هر کجای عالم باید بیرون بیاید تا مرهمی بر دل مادرش حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها باشد. با این عزاداری هاست که خدا نظر لطفی به ما می کند. پژوهشگران استرالیایی با استفاده از یک الگوریتم یادگیری ماشینی جدید توانستند بیماری‌های قلبی عروقی را از روی اسکن تراکم استخوان بیماران پیش بینی کنند. پژوهشگران دانشگاه ادیتکوان استرالیا از یادگیری ماشینی برای ارزیابی اسکن تراکم استخوان و مشخص کردن رسوب کلسیم در رگ آئورت استفاده کردند. آنها میگویند که این روش در آینده میتواند برای پیش بینی کردن بیماری‌های قلبی عروقی و سایر بیماری‌ها حتی پیش از ظاهر شدن علائم آن سودمند باشد.